لو آقای سرهنگ فری گفت من از این ماه بین 200 تا 250 دلار به پناهنده‌هاش کمک میکنم، ولی به شرطی که تو تلویزیون نشون ندی. دقیقا اینطوری نیست آقای شهرام همایون؟ وجدانه آقای فرهنگ فرهی به شوخی برداشت گفت که اینم یک باغ وحشیه. منم برگشتم به خنده گفتم بله، ما هممون تو باغ وحشیم با تصفاری، ولی یادتون باشه که من شیر باغ وحشم. حالا شما برید خودتون ببینید که کدوم حیوانین تو باغ وحش. و ایشون سه تا چک 250 دلاری در سه ماه به من داد و یکی از چکای دیگه‌ش هم اینجایی که 250 دلار که ایشون دیگه ننوشته بود، من زیرش نوشتم برای ایرانیان رفیجی، برای پناهنده. دو تا چک دیگه هم باز به اسم من بود که متاسفانه پیداش نکردم، کپیش دارم، و او را باز من نوشتم برای پناهنده. که یک روزی رفتم تو دفتر ایشون که چک برای پناهنده بگیرم، خانم ایشون و آقای شهرام همایون از در استودیو اومدن بیرون. استودیوشم اون موقع درست بالای مجله جوانان بود، هنوز به این استودیوی CNNشون نرفته بودن. گفت که چکت حاضره. رفتم پلو حسابدارشون که الان اسمشو نمیتونم فراموش کردم، دیدم باز چک به اسم من نوشته شده و من میدونستم که در پشت این قضیه چیه. با قول خودم آتو بگیره. همونجا جلوی ایشون چک روش خط کشیدم، از در آمدم بیرون، دیگه نرفتم. حالا ایشون میگه که این چکایی که من دادم از من باج گرفته. اولا کسی که باج میگیره که چک نمیگیره، پول نقد میگیره. و من اینجا این ویدیو رو به شما نشون میدم که در 17 می 2006 این رو تو تلویزیون آپادانا گفتم، با هم دیگه نگاه میکنیم. در ضمن بگم آقای شهرام همون همون به من یه چک 500 دلار هم دادن ها، فکر نکنید اینم چکیشون، البته کپی گرفتم. 500 دلار آقای شهرام همایون کمک کردن برای پناهنده ها. من البته ننوشته، ولی من زیرش نوشتم متشکرم برای پناهنده های ایرانی، برای پناهنده های ایران رو چک نوشتم که فردا حرف دارم. بله ایشون کارم کردن. اما ملاحظه کردید من آقای شهرامون باج نمیگیرم. اگه باج میگرفتن منم الان استودیو خود میداشتم، زندگی من مثل شما مجلل بود، هر روزم یک دست کشلوار عوض میکردم. شما به نظر من با اون زبونتون دارین از مردم، از تماشاگرتون باج میگیرید یا رشوه میگیرید، هر کی که میخواد اسمشو بذارید. و زمانی که برای اولین بار جوون ها اومدن جلو فدرال بیلدینگ برای پشتیبانی از جنبش سبز، حالا کار ندارم که درست بود یا غلط بود این حرکت، اون رو بعدا تاریخ خواهد نوشت. یک عده جوون ها دانشگاهی اومده بودن اون بر خیابون روبرو فدرال بیلدینگ، یک دم اون بر همین آقای شهرام همایون نوچه خودش رو به نام مصطفی که میشناسمش، خوبم میشناسمش، فرستاد با پرچم، پرچم شیر خورشید، خودش هم اومد مجلس اینا، تظاهرات اینا رو به هم زد. این ویدیو رو هم در اینجا بهتون نشون میدم، با هم دیگه نگاه کنیم. بابا بس نکنیم، بلش کنیم، بس ایرانی خانم آقا این بر اون بر نداره بابا همه بود تو چی کن؟ با تو چی کن؟ یه برای آقا یک کلمه حرف میخوام بزنم. شما میگه ایرانی شدی؟ علی خونه علی.
اجازه بده سوال کنم یه چیزی کنم. این هم بدتر جری میشم. حالا شما خوبه؟ فعلا که خوبه. فعلا خوبه. شهرام همایون، کسی که خودش به عنوان یک ژورنالیست
به جامعه معرفی میکنه و دم از دموکراسی و آزادی میزنه، باید حقیقت رو بگه، حتی اگه حقیقت تلخ باشه. وقتی شما حقیقت رو گفتی، منم که اگر مخالفت باشم، باز اون محبت رو تو دل من جا میگه، میگم بابا دمش گرم، اگه داره حقیقت رو میگه. از زمانی که من شما رو شناختم، اون کاراکتری که من دیدم که خیلی ها فقط شما رو از دور بزرگ میبینن، بیشتر اوقات به نظر من شما حرف راست از دهنت نمیدی، فقط با احساسات مردم بازی کردی. این نظر منه. حالا باید برو بگو که من باج گرفتم. چرا باج دادی عزیز برادر؟ و این خانواده ها و طرفدارشون یک بار ازشون بپرسن آقا این نادرینجا تو تلویزیون گفته من حاضرم. ایشون که نمیاد، چون مقام بالایی دارن، نخست وزیر، رئیس جمهور، آینده ایرانن، تو تلویزیون دیگه نمیرن، اینجا هم که دیگه نمیان. من میام تو تلویزیون ایشون، در رو بشینیم با هم صحبت کنیم، ببینیم که چرا من از شما باش گرفتم، شما به من باش دادید. این کار بیننده ها، طرفداران، خانواده ایشون میتونی از ایشون بپرسین؟ بپرسین واقعا اگر جرأت داری. آقا چرا این نادرینجا دعوت نمیکنی که چرا با شما مخالفه؟ و یک آقای همشهری بنده به نام جواد از ایران با من تماس گرفت، گفت آقای نادرینجا تو رو خدا درباره این مینا صحبت کن. گفتم کدوم مینا؟ گفت همین مینایی که کلای مردم رو اون یک جور دیگه برمی‌داره. گفت از خواهر من $2,000 گرفت، هیچ کاری که نکرد، هیچ اتفاقم نیفتاد. هی به خواهرم گفتم عزیزم این کار نکن، ویدیوش هم برای من فرستاده، یعنی ایمیل کرده. دوستان، خرافات در ایران ما در 34 سال خیلی نفوذ پیدا کرده تو جامعه، و اولین کسی هم که اون خرافات به نام انرژی آورد تو جامعه ما در آمریکا این آقای علی اکبری بود، که آقای نادر بیخودی ایران آمد توی شهر پرمودش کرد، هم او پول حسابی در آورد، هم ایشون پول حسابی در آورد. واقعا هم این آقای علی اکبری توی آمریکا خیلی پول در آورد، بعدم رفته حالا به کانادا، اونجا تلویزیون زده با همون پولا، هنوزم داره سر مردم رو با خرافات شیره میماله. انرژی. حالا این خانم مینا، یکی هم خانم مهتاب من شنیدم، این خانم مینا نه تحصیل کرده نه سواد داره، این از خرافات و جهالت و نادانی شما داره سوء استفاده میکنه. من شنیدم خونه 2-3 میلیونی داره تو تپه دزدان تو کانادا. نکنید. من در اینجا ویدیو به شما نشون میدم که ایشون برای من فرستاده، که میگه من اسمها رو نگه میدارم، روش کار میکنم، آینه 100 ساله و آینه 90 ساله بیارین. حالا اگه آینه اختراع نشده بود، لبم گفت یه قابلمه مسی بیارین. با هم دیگه این فوتج رو نگاه کنیم. گلای خودم و برنامه قدرت پنهان، 7 استاد عزیزی که تماما اینا بدون استثنا تحصیلات دانشگاهی عالی دارن و اسماشون خیلی مشخصه برای سراسر دنیا، عزیزان دارن انرژیشون رو مجانا در اختیار بشر و بشریت میذارن. همینجوری که اطلاع دارین عزیزم، در حال حاضر من دوتا کالج دارم، یه دونه در کشور انگلیس و یه دونه در کشور کانادا. ما اگه حاجتهای خیلی بزرگ رو بخوایم انجام بدیم، 2-3 ساعت هست و ما اون آینه قدی 100 ساله رو لازم داریم، یک متر پارچه ابریشم و 85 تا شمع گیاهی. یه نشونه از خودتونه، نشونه چه چیزی میتونه باشه؟ نشونه میتونه دوتا موهای سرتون باشه. میندازیم تو آب مقدس، آینه 100 ساله شما رو داری، بعد اینکه همزاد شما رو توی اون آینه ما میبینیم، اون آینه رو میشکنیمش. باید بشکنیم آینه سنگ. مطمئن باش فاطمه جان، احتیاجی نیست شما فاطمه عزیزم، به خاطر خودت و دو تا بچه‌هات. دوستان عزیزم، به خدای مهربون میسپارمتون تو تلویزیون لایف تا جمعه و تو تلویزیون پن 1:30 دیگه. خدا نگهدارتون. به خاطر عزیزم، به خاطر
خودت این دام اهل و نادان باشیم که یک عده از ما سوء استفاده بکنن. ایشون میگه گنج پیدا کردم. بله گنج پیدا کرده، شماها رو پیدا کرده که تونسته زندگی مرفعی داشته باشه. دیدی که چجوری اسما رو پاره کرد، یا که ذریع طلا درست میکنن، پول اون ملت رو که دارن در فقر و بدبختی زندگی میکنن مبارن با طلا و نقره برای امام حسین. میگه امام حسین در زمانی که زندگی میکرده تو کاخ گلستان زندگی میکرده، تو قصر زندگی میکرده، در اون موقع تو یک خونه گلی آجوری لبا زندگی میکرده دیگه. این کارار میکنین؟ میدونین چرا؟ به خاطری که به اون مقامو عظمت بدین که بتونین مردم رو بیشتر بچاپید، جهل و نادانی رو بیشتر رواج بدید که امثال مینا خانم و مهتاب خانم و علی اکبری بتونن اونا هم در کنارش به یک عروفه برسن. خود دانید واقعا با این علمی که پیشرفت کرده در همین زمینه ها، یارو گلوله زدن تو مغزش. علم، پیشرفت طب نجاتش داد. این دختر 14 ساله افغانی که طالبان بهش تیر زده بود، یا اون سناتور زنی که در آریزونا 2 سال پیش تو مغزش تیر زدن، بعد شما چسبیدین به دعا و آینه 100 ساله و شمع و فلان. و مسلمن تا میگن تا ابله در جهان است مفلس در نمونه، واقعا هم در نخواهد مونی. خانم مینا خانم ایشون اگر در آمریکا بود این کارا میکرد، باور کنین میگرفتن انداختن زندان، چون داره کلاهبرداری میکنه دیگه، یه نوع کلاهبرداریه مثل مهتاب خانم، میگم یه نوع دیگه. در اینجا دوستان در صورت با این برنامه حال کردید؟ واقعا حال کردید؟ میدونم الان در صورت تو خونه هست، این شب نشستید دور هم، بعضی جوونه هم دارید لب تر میکنین، خواسته تو حالی، برای این بود که میخواستم بیشتر تو حالتون بیارم. در آخر بهتون شب بخیر و روز بخیر میگم، بازم آرزو دارم در هفته آینده همه جور سرحال شاد و سالم باشید. پاینده ایران، جاوید شما اومد.